برام یاد خدا و با عرض سلام به فراخبر خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در این برنامه خواهید دید امیدها به هدف ایجاد محلات امن برای یک گفتگو با طالبان، آیا استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی می‌تواند به تأمین صلح و ادامه آتش‌بس در کشور بیانجامد؟ و قیمت‌ترین و مجلل‌ترین کشتی مسافربری. پس از تمدید در روزه آتش‌بس یک طرف از سوی حکومت افغانستان، عربستان سعودی نیز از آتش‌بس حکومت افغانستان با مخالفین استقبال کرد و امام حرمین شریفین دیروز در نماز جمعه از طالبان خواست تا برای پایان جنگ با حکومت افغانستان گفتگو کنند و برای صلح و آرامش افغانستان دعا نمود. در پکتیا ولی ولایت از تلاش‌ها برای اعلام این ولایت به عنوان یک منطقه امن و محل برای گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان خبر می‌دهد. با توجه به اینکه در این مدت طالبان دست به حملات تهاجمی در مناطق مختلف کشور زدند که افزایش تلفات نظامیان افغان را با خود به همراه داشته است، شمار از اعضای مجلس میگویند که حکومت حق ندارد بی‌ریزنی با مردم به طالبان امتیاز بدهد، ولی با اعلام حمایت سعودی و دیگر کشورهای جهان چشمانداز صلح در کشور چگونه است؟ آیا طالبان آمادگی برای آتش بس و صلح دارند؟ مهمانان من در این بحث آقای فهیم دشتی روزنامه‌نگار و آقای عبدالشکور دادرس آقای حقوق با ما هستند. مهمانان عزیز در سلام بر شما سپاسگزاری میکنم از حضورتان در طلوع نیوز. آقای دشتی، بحث را با شما آغاز میکنیم. آقای دشتی، با توجه به حمایت کشورهای مثل سعودی و دیگر کشورها، چشمانداز صلح افغانستان چگونه است از دید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اعلام تازه امام حرمین شریفین خیلی بعد از این است. در سالهایی که سعودی نفوذ داشت بر طالبان و طالبان را به دریغ حمایت مالی میکرد، در اون زمان امکان از این که موضع‌گیری سعودی بتانه مسائل را تغییر بده وجود داشت، ولی حالا از زمان جنگ‌های سوریه و یمن و مشکلاتی که در خاورمیانه ایجاد شده، سعودی ها بیشتر دخیل در مسائل اون منطقه هستند و توجهشان به افغانستان و کمک‌هایشان به طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی کمتر شد. ای به این معناست که حالا خوب نفوذ سابق را هم ندارن و اعلام موضعشان هم بسیار تغییر در وضعیت به وجود نخواهد آورد. جدا از این که امکان از این که صلح به وجود بیاید و گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسه، او یک بحث جداست. با توجه به رابطه گذشته که ازش سخن گفته میشد میان سعودی و طالبان، چقدر میتونه تاثیر خوب داشته باشه آقای دشتی؟ حالا اگر بپذیریم که رابطه بخشی از طالبان با ایران محکم شده، رابطه بخش های دیگه با روسیه محکم شده، یک بخش بدون شک زیر کنترل پاکستان است، شما بگویید که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. من باورم نیست که اگر در زمان نفوذ سعودی بر طالبان، در زمانی که سعودی طالبان را شدید کمک میکرد و گسترده کمک میکرد، چون این موضع گرفته میشد بسیار بهتر بود. حالا من فکر میکنم بجز از یک حرکت نمادی چیزی بیشتر از او توقع نباید داشته باشه. سپاسگزارم آقای دشتی. آقای دادرس، سلام به شما. سپاسگزارم از حضورتان در طلوع نیوز. آقای دادرس، از دید شما باور دارین به گونه‌ای که حکومت افغانستان بحث صلح را با مخالفین مطرح ساخته طالبان پاسخ میدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و جناب دشتی صاحب و کسانی که میشنوه صدای ما را، احترامات و سلامات خود تقدیم میکنم. بله، ما اگر وضعیت جهانی را و وضعیت محلا کشورهای همسایر و وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان را محاکمه بکنیم، تغییراتی قابل ملاحظه آمده. نی روسیه، روسیه 17 سال قبل است و نه چین، و خود حاکمای پاکستان هم من حیث دوست و رفیق استراتژیک بسیار قوی امریکا، البته متاثر از روابط با انگلیس، او هم تغییراتی آماده در وجودش. و در کشور ما هم متحده ایالات امو حالتی نداره که قبلا داشتن. فلهذا ما به یقین هستم که تاثیراتی بجا میگذاره و باید هم اداره ترامپ یا سیستمی ایالات متحده امریکا به خاطر تحفظ منافع خود نیز تغییراتی و یک تجدید نظر در تاکتیک های استراتژی خود بیاره. اگر نبیاره وضعیت ازی کردم خرابتر میشه. ولی مسئولیتی که برمیگشت به حکومت افغانستان در راستای صلح، این کار را حکومت چگونه انجام داده؟ آقای دادرس، ما با یقین هستم که حکومت ما متاثر است،
از تصامیم بسیار جدی جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا. ما اینا را با ارتباط یکی دیگه مطالعه میکنم، جدا جدا مطالعه نمیکنم. دی و آخر ایالات متحده آمریکا خاصتا دمی امروز آنها کمیته‌های را توظیف کردن یا هیئت‌های را توظیف کردن که با طالبا و حتی با روسیه بروه بتانه صحبتهایی داشته باشه و صحبتهایش هم سقلش صلح افغانستان تشکیل میدادن و طالبا هم در حالت قرار نداره که اونا متاثر نباشه. حتی با وجود احترام با جناب دشتی صاحب، از نگاه عقیدوی ما با امام حرمین شریفین من حیث یک مسلمان معتقد هستیم، احترام داریم، به سعودی احترام داریم، مسائل سیاسیش یک طرف میمانیم، تاثیرات خود داره. در این وقت شما ببینیم هم از نگاه داخلی و هم از نگاه منطقه و هم از نگاه جهان صداهای بالا شده، این همه تاثیرات معین خود بر طالبا هم داره. طالبا هم نمیتانه که در این حالت به تنهایی خود، اگر روسیه نخواهد من هیچ کسی که با آنها هم کاری میکنه، یا پاکستان من هیچ کسی که مکانی استن به خاطر سکونت آنها و یا بله این کشورها در بحث صلح افغانستان هم نظر هستن آقای دکتر؟ خب منافع آنها را هم نظر میسازم. اصلا جنگ سری تحفظ و یا به دست آوردن منافع و دفع اضرار است. ما میفهمیم که چقدر استراتژی پاکستان در امی لحظه یکی. دوم جناب محترم میره باید در نظر داشته باشیم که ما میکانیزمی که بخاطر سل هستن، میکانیزم علمی و قابل تطبیق، تاریخ کسی اعلان نکرده، پراگنده صحبت میشه. مثلا والی پکتیا یک چیزی برای خود میگه. سپاسگزارم آقای دشتی. موضوع دیگر این است که حکومت افغانستان الان میخواهد که از ظرفیت های مردمی و محلی استفاده کنه برای رسیدن به صلح. مثلا پکتیا یکی از مناطقش به عنوان یک منطقه امن اعلام میشه تا به مخالفین حکومت گفتگو بکنن. این چگونه گزینه نیست؟ یک نکته را تصحیح بکنم که ما مخالف ایجاد صلح در افغانستان نیستم. من باور دارم که صلح به افغانستان آماده نیست، گفتگو هم به نتیجه میرسه. ولی نکته را که اشاره میکنم، باز تکرار میکنم که موضع گیری عربستان در این میان تغییر به جای نمیگذار. دیگه بازیگرای شامل قضیه هم که جناب دادرس پیشتر اشاره کردن به این نتیجه رسیدن که صلح به افغانستان باید بیه. حالی ما در شب و روز این موضع را یا این نکته را اشاره میکردم که قرار بود دکتر عبدالله حکومت موازی اعلان کنه به خیمیل و جرگه. ما در همون شب و روز هم این مسائل را میگفتیم، چیزهای نوشتیم، چاپ هم شده. برصورت از اینا که بگذاریم، ببینین بدون شک حمایت مردمی نیاز است و نتیجه هم میگذارم. ولی من یک سوال دارم، چرا این منطقه سل در هلمند ایجاد نمیشه، جایی که ما مشکل زیاد داریم، جایی که امنیت به شدت خراب، و چرا این امتیاز یک طرفه داده میشه به طالبان؟ حالا اگر طالبان حاضر به صلح هستند و گویا گزارشات هم گویی است که 50% خاک افغانستان زیر کنترل طالبان است، پس چرا در یک منطقه که طالبان عملا حضور دارن این منطقه؟ خب مثلا در جانی خیل آقای دشتی یکی از ولسوالی‌های ناامن بوده، مثلا در جانی خیل که تا دیروز میگن مخالفین یک تعدادشان با جمع از مردم آمدن و موضوع رو نوشتن به ولایت سپردن. حالا این چگونه یک گام است؟ نه، ما قبول دارم که در هر جایی که گام برای صلح و برای گفتگو گذاشته میشه باید ازش استقبال، ولی این هم فراموش نکنیم که اگر مردم ندانند که چی میگذره و اگر مردم از جزئیات از این گفتگوها خبر نباشند، امروز رئیس پارلمان گفته که ما خبر نداریم که صلح حکومت با طالبان میکنه چیست، در حالی که بر مبنای احکام قانون اساسی دادرس جمهوری دارن آقای امور حقوقی، اعلان متارکه و جنگ از سوی رئیس جمهور به تایید پارلمان باید صورت بگیره، در حالی که چنین نمیشه. سوالی است، پرسش اصلی که مطرح میشه است که هیچ کس مخالف صلح و گفتگو نیست، ولی این گفتگو چیست، با کدام هدف انجام میشه، با کی انجام میشه، روی کدام موارد انجام میشه، امتیازاتی که داده میشه چیست، امتیازاتی که گرفته میشه چیست. اگر این مسائل حکومت افغانستان روشن نسازه بر مردم خود، بدون شک حمایت مردمی نمیدونه. سپاسگزارم. با
باز هم خوش آمدید آقای دادرس. موضوع دیگر این است که حکومت افغانستان گفت با تعجب به تجارب آتشبس سه روزه راه های جستجو شود که بتونم آتشبس را تمدید بکنم و صلح برسیم. در سه روز آتشبس چی تجارب هم داره باید به دست آورده باشه حکومت افغانستان؟ خب ما دشتی صاحب یک صحبتی کردن، گفت که همین صلح باید لحظه به لحظه یا در کل مکانیزمشان که علما با او قابل تدویق باشه در افغانستان و مورد قبول حد اقل اکثریت و اگر نی کسانی که میفهمن مسلکی باشه در صلح و را اعلان نکرده. اما قسم والی صاحب یک چیز میگه، وزیر صاحب دیگه چیز میگه. آمادیم به یکی سی روز تجربه البته ما. خب اگر اونا تا فعلا مکانیزم نداره، شیشته بودن که برای سی روز طالبا به احترامی ایدی سید فطر چی اعلان میکنه، در سی روز تمام میکانیزم صلح را ترتیب و تنظیم و تکمین و بالاخر اعلان میکنه دیگه، نهایت ضعف حکومت نشان میتنی. ولی چی تجربه به دست میاد؟ تجربه ما تجربه خودم میگم، ما تجربه ما ایستم که این ملت با اجنبی ها 45 سال میشه در افغانستان با تمام امکانات خود که داشتن کوشش خود کردن ملت از هم جدا ساخته نتانستن. عسکر و طالبی که تا اکنون حتی یک روز قبل از عید در سنگر با هم افتاده بودن، وقتی که آمدن ما و شما دیدین که آنها در پالوی هم استاد شدن، روبوسی کردن و مندن باشی کردن و شعاری واید داشتن. پس ما یک تجربه گرفتم که آنها دیگه زحمت نکشن. به هیچ شکلی این ملت افغانستان قابل تفریق نیست. این تجربه ما است. پس آقای دادرس فکر میکنین که به سطح فرماندهان محلی طالبان با توجه به آتش بس یک صورت گرفت، اینا حاضر میشن صلح بکنن و کنار بیان با حکومت افغانستان؟ ما نباید کار بکنیم. ما باید کوشش میکنیم که اگر میخوایم که جنگ ختم بکنیم، ما یک عرض کردم که اول خوب مکانیزم علمی قابل تطبیق به سطح ملی موافق هستم که باید مردم ما آگاه باشه. دوم مکانیزم علمی قابل تطبیق، اما قسم که ایالات متحده امریکا گفت که ما شرکت میکنم هم در مذاکرات و هم مستقیما، این باید صحبت شه و این مکانیزم باید تضمیناتی داشته باشه. نظریات مردم افغانستان گرفته میشود و باید گرفته شود. یک. دوم، تضمینات تدویق خود به سطح منطقه داشته باشه، تضمینات منطقه خود قابل تدویق خود به سطح جهانی داشته باشه. در غیر از این اگر ما کوشش میکنیم کار استخباراتی بکنیم که کجا یک قماندان جانبی مقابل، یعنی شما میگید این روند با تضمین بسیار معتبر به پیش بره، هم منطقه هم اولا ما عرض میکنیم که یک مکانیزم علمی قابل تطبیق برای خاطر صلح سرتاسری ای به هیچ محل به هیچ جا فقط به تمام مردم افغانستان. یک. دو، این مکانیزم که مورد قبول واقع شد باید تضمینات تطبیق خود داشته باشه. سپاسگزار هستم. هم به سطح منطقه و هم به سطح جهان. یک چیز دیگر می اضافه میکنم، ملک صاحب بسیار میبخشی که ما در 17 سال جامعه جهانی که آماده هر چیزی که به جا گذاشته قابل تجدید است. اینا باید ما تعهد کنه که اگر اقتصاد ما برهم خورده تجدیدش بکنه، اگر سازمان نظامی ما را تخریب کرده باید او را تکمیل کنه و پس به پایستار. سپاسگزار است. آقای دشتی، آقای دادرس تاکیدشون بر یک تضمین منطقه و جهانی است. مهم این است که در جریان آتش بس به نحو روابط میان افغانستان و کابل هم بهبود پیدا کرد. شما نقش پاکستان را در این روند چگونه ارزیابی میگیرید؟ ما یک نقطه دیگه را که آقای دادرس اشاره کرد زیادتر به دل من شد. سال با ترتیبات استخباراتی نمه. اگر کسی فکر میکنه که آتش بس اعلام شد و طالبان پذیرفتن که ما هم آتش بس میکنیم به روزای عید و باز به روزای عید طالبان از کوها هم تو سر به خود سرازیر شدن آمدن به شهرها، این فکر درست نیست. بدون شک برنامه ریزی ها و توافقات از قبل در این مورد صورت گرفته بود. هیچ طالب جرات نمیکنه تا زمانی که نداند که جانش تضمین است صلاح خود به شانه پرته به کابل وارد شد و یک به شهر دیگه وارد شد. یعنی این توافقات از قبل صورت گرفته بود. حال مسئله ایست که چرا این به مردم نمیگن، از کجا از این میترسن؟ این نقطه ای که خب بین در مورد سوال ما وقتی که بین در مورد پاکستان تردیدی نیست که پیش از این گفتگوهای با پاکستانی ها صورت گرفت، در جریان آتش بس هم گفتگوهایی با پاکستانی ها صورت گرفت و بعد از آتش بس هم گفتگوهایی با پاکستانی ها صورت گرفت. دیگه هم تردید نیست که توافق پاکستان برای ختم جنگ در افغانستان بسیار عمده و کلیدی است، ولی پاکستان برای اگان
در افغانستان جنگ ختم جنگ را نمیپذیره. ولی در این مدت چگونه بوده این نشاخ‌های دشتی مثلا در این جریان آتش‌بس و اینکه طالبان حاضر شدن آتش‌بس کردن و بس صلح بسیار داغ شد، نقش پاکستان چگونه بوده؟ من باور دارم که بدون شک در این زمینه پاکستان نقش داشته، چرا گفتگوها همزمان با طرف پاکستانی جریان داشت، چی در سفر هیات‌های از طرف افغانستان به پاکستان، چی در سفری که پاکستانی ها به افغانستان داشتن. مسئله ایست که وقتی ما پاکستان حاضر میشه در این امر کمک بکنه، او از ما تقاضا داره چیزی، او از ما چیزی میخواه. اینمی چیست؟ چرا دولت مردان ما حاضر نیستن که اینمی رو بر مردم خود فاش و رسوا بگوین؟ آقای دشتی، در این زمینه مثلا حکومت پاکستان سپاسگزاری کرد از اینکه ملا فضل الله کشته شد و یعنی داستانش خلاص شد. همین گونه بحث این را مطرح ساختن که دیگر اصحان در مورد اینکه پاکستان بسیار از حراس افکنی حمایت میکنه، پاکستان باید زیر فشار قرار نگیره. فکر میکنین خواستای پاکستان محدود بر این است که در این مقطع از فشارهای جهانی به یک نوع نجات پیدا کنه یا بیشتر از اینا؟ نه، من قبول ندارم که پاکستان تنها هدفش باشه که از فشارهای جهانی رهایی پیدا بکنه. فشار بسیار کلان جهانی هم روی پاکستان جریان نداره، حقیقتش هم است. این درست که مثلا هدف قرار دادن ملا فضل الله و کشته شدن از او و یا هدف قرار دادن طالبان پاکستانی که پاکستانی ها میگن در افغانستان هستن، یکی از خواستای پاکستان است، ولی یکی از خواستای کوچکشان است. این خواست اون کلان پاکستانی بوده نمیتونه که شما ملا فضل الله رو بدین. خب 5 سال پیش ملا فضل الله نبود. ولی آقای دشتی، اگر این خواستای کوچک برآورده شوه، باور دارین که اعتماد سازی شکل میگیره و واقعا سیاست پاکستان در بحث صلح و جنگ افغانستان تغییر خواهد کرد؟ من شک ندارم که هر قدر دو طرف کارهای را انجام بتن، برنامه های روی دست بگیرن که اعتماد طرف مقابل جلب کنن، این به سود هر دو طرف است. بحث یا پرسی چیز که ما چرا خبر نیستیم؟ همین مردم افغانستان، همین عام مردم افغانستان، یا حداقل اونایی که به نام نماینده مردم افغانستان زیر یک سقف شدن به نام پارلمان شورای ملی افغانستان، همینا چرا خبر نیستن؟ بحث چیز که تا زمانی که مردم خبر نباشن حمایت نمیکنن، تا زمانی که مردم حمایت نکنن به نتیجه نمیرسن. سپاس آقای دشتی. آقای دادرس، در یک بخش دیگه در زمان دکتر نجیب الله برنامه عملی ساخت به نام آشتی ملی که بگن نه نتیجه داد، ولی در دراز مدت باعث ضعف حکومت دکتر نجیب هم شد. تجربه را که از صلح حکومت های گذشته افغانستان داره و موضوعات را که امروز حکومت وحدت ملی عملی می سازه چقدر تفاوت داره و تا چی اندازه مشکلات گذشته را در نظر گرفتن که دوباره تکرار نمیشه؟ خب یک صفحه کاملا جداگانه، به این معنی که در وقتی دکتر نجیب الله اصلا ما به یقین هستم که نی تنها روس و امریکا بلکه ملل متحد هم در تحقق پروسه دکتر نجیب الله همکار نبودند. هر کدامش به نوبه طرفدار از این نبودند که دکتر نجیب الله بتانه که در عقاید مطروحه خود که یکی از او جمله صلح بودند یا آشتی ملی بودند که شما مهربانی کردین کامیاب شو، به خاطر اینکه دکتر نجیب الله مطالبی با خود داشتن که روسیه هم با او خوب اتحاد شوروی و ایالات متحده امریکا خود در افغانستان ریشه های عمیق چند ساله داشتن، ملل متحد هم صادقانه قدم یعنی ورنداشت. هم نظری منطقه و جهانی در اون وقت هم وجود نداشت. ظاهر الامر یک چیز، ولی در عمل با دکتر نجیب الله هم امر هم نوا نبود. فعلا شرایط چگونه است آقای دکتر؟ ولی فعلا ما یک حالت دیگر پیشتر بسیار اشاره چی کردم که اشاره بسیار خلاصه کردم که ایالات متحده امریکا در حالت 17 سال قبل قرار نداشته. روسی که دو وقت با ایالات متحده امریکا که با نیروهای جهانی اینجا آمدن حضور نظامی را روسیه موافق بودن، حتی حاکمای پاکستان برای از او منطقه را خالی کردن، از اونجا اینا داخل خاک افغانستان. ولی امروز رقابت ها میان روس و امریکا را شاهد هستیم. بله، پس روس روسی امروز روز نیست، بین روس و افغانستان یک آمو است. تمام امکاناتی به روس آماده شده در نتیجه 17 سال. پس چگونه میشه که اگر نظری منطقه و جهانی در بحث صلح افغانستان شکل بگیره آقای دادرس؟ پس این منطقه به نفع روسیه هم است، به نفع چین هم است که با ما سرحد داره، با تمام ایران هم است،
تنها حاکمای پاکستان ما یک تشویش دارم. چرا حاکمای پاکستان در استراتژی ظاهر العمل با امریکا است ولی اصلا با انگلستان است؟ انگلیس ها مسئله اروپا و امریکا هم در تضادهای جهانی مطرح شده. ما یک تشویش دارم که امی قسم که وقتاً فوقتاً ما دیدیم که حاکمای پاکستان یک رخ نیستن بلکه دارای رخ ها هستن. آنها تشویش دارم. منطقه دیگر در منطقه، در محل و در جهان برای صلح در افغانستان زمینه مساعد شده و هر کس کوشش میکنه بخاطر تحفظ منافع خود. داشتی باور دارین که طرح حکومت افغانستان به صلح می انجامه و یا حداقل آتش بس تمدید میشه و نقش و صدای مردم برستن به صلح را در این روند تا چی اندازه اثرگذار میدانید؟ ما تردید ندارم که حکومت افغانستان نقش داشته در این زمینه، ولی اصل قضیه بسیار فراتر از صلاحیت ها و از امکانات است که حکومت افغانستان در اختیار داره. ولی صدای مردم چگونه قایدشتی؟ صدای مردم سرش اگر پسانتر بیم، در سال 2014 و آخر 2014 وقتی مسائل منطقه و افغانستان را تحلیل میکردیم، در امون زمان بارها در بحثای شما در دیگه تلویزیون ها چرا ما به طرف صلح میریم بیشتر بود اقتصادی داره تا بود امنیتی. اقتصاد دنیا وابسته شده به اقتصادهای چین، هندوستان و شرق آسیا و این نیاز داری اقتصاد حرکت بکنه تا اقتصاد دنیا همچنان حرکت بکنه. پس داشتی یک فرصت برای رسیدن به صلح در افغانستان در منطقه شکل گرفته یا نه؟ بی تردید این پیش بینی را ما گفتم، ما در سال 2014 داشتیم که این فرصت شکل میگیره. نیاز است که ما از این فرصت استفاده بکنیم. سپاسگزارم. ولی اینجا است که بحث مردم مطرح میشه، ما چگونه از فرصت استفاده بکنیم در حالی که نمیدانیم که این فرصت وجود داره و حکومت ما حاضر نیست که با ما جزئیات را در میان بگذاره. آقای دادرس، زمینه خیلی کوتاه بگوین که از این فرصت چگونه استفاده شود و صلح توسط چی کسانی در افغانستان بیاید؟ ما به یقین هستم که نقش ایالات متحده آمریکا درجه یک. مردم به افغانستان رول خود داره. فشارهایی که امروز آغاز شده، این فشارها را تنها متوجه حکومت افغانستان نسازه بلکه متوجه ایالات متحده آمریکا و جانب یعنی طالبا هم بساز. سپاسگزارم. شما خواهی عبدالشکور دادرس، آقای حقوقی و آقای فهیم دشتی، روزنامه‌نگار، از حضور شما در این بحث سپاسگزاری میکنم. و در پایان هم خبر کوتاه را ببینید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار. کشتی به نام سپکترم که سوی شرکت جهانی سفرهای دریایی رویال کارابیان ساخته شده، در یک وقت می تواند گنجایش 4246 مسافر را داشته باشد. این کشتی دارای 1551 خدمه می باشد. مساحت این کشتی به 2086 متر مربع می رسد که دارای 16 طبقه است. این کشتی همچنان لفت، رستوران در 3 طبقه و زمین های بازی از جمله امکانات رفاهی را در خود جا داده است. از سوی دیگر 3 بخش رهایش این کشتی با طلا و نقره تزین شدند و برای ورود به آن مسافران نیاز به کارت های ویژه خواهند داشت. کشتی سپکترم بزرگترین و گرانترین کشتی لوکس در سفر دریایی 51 روزه که از سال آینده و از بارسلونای اسپانیا آغاز می شود و پس از عبور از 13 کشور جهان در بندر شانگهای پهلو خواهد گرفت.